دوازدهم محرم، شهادت امام سجاد زین العابدین، رهبر آزادی و عرفان علی ابن الحسین علیه السلام، چهارمین پیشوای اسلام انقلابی و مردمی. امام سجاد فرزند امام حسین علیه السلام در سال 36 هجری تولد یافت. در سفر کربلا و در کاروان حسینی حضور داشت و اگرچه به دلیل بیماری شدید نمی توانست به صحنه نبرد بشتابد، اما شاهد لحظه به لحظه حماسه جاویدان عاشورا بود. کارزار شکوهمند در هم شکستن جبروت پوشالی یزیدی به رهبری زینب کبرا علیها السلام را در کاروان اسیران کربلا از دربار ابن زیاد در کوفه تا کاخ یزید در شام تجربه کرد و خود طی سخنانی کوبنده و رو در روی یزید، خلیفه فاسد و غاصب ارتجاع، دروغهایی را که معاویه برای توجیه سلطه غاصبانش علیه خاندان رسالت ساخته بود افشا و رسوا کرد. در این سخنرانی تاریخی حضرت سجاد بر قطعیت سقوط حکومت یزید تأکید کرد و مبانی حاکمیت عدالت و حریت و در منطق توحید و در کلام قرآن را تشریح نمود. سخنان امام سجاد و حضرت زینب کاخ ستم یزیدی را از بنیاد لرزاند و جمعیتی که یزید برای نمایش قدرت و ایجاد رعب و وحشت گرد آورده بود چنان منقلب شد که فریادهای اعتراض از میانشان برخاست و یزید ناگزیر به نیروهای سرکوبگرش دستور داد تا جمعیت را متفرق کند. امواج اعتراض و قیام به سرعت بالا گرفت و به خونخواهی سید الشهدا متوجه کاخهای حاکمیت ستم و فساد اموی گردید. حضرت سجاد در آن دوران پرآشوب و پر ابتلا پرچم هدایت جنبش انقلابی تشیع را به مدت بیش از 30 سال در اهتزاز نگه داشت تا پیام‌ها و تعالیم جنبشی را که در عاشورای حسینی شکفت در سخنان و پیام‌ها و نیایش‌هایش به جامعه و نسل‌های بعد منتقل کند. روایت شده که به همین منظور 22 بار در مراسم حج و بزرگترین اجتماع سالانه مسلمانان در مکه حضوری فعال داشت و چنان در کانون توجه و احترام مسلمانان قرار می گرفت که حقد و کین حاکم اموی را برانگیخت. سرانجام ولید بن عبدالملک خلیفه اموی که حضرت سجاد و پیامها و تعالیم او را تهدید اصلی سلطه شوم خود می دید، در 12 محرم سال 95 هجری آن حضرت را طی توطئه‌ای مسموم کرد و به شهادت رساند. بخش‌هایی از تعالیم چهارمین پیشوای تشیع انقلابی برای مرزبندی، پایداری و مجاهدت در برابر حکام جور در نیایش‌های آن رهبر آزادی و عرفان در صحیفه سجادیه گردآوری شده و از کلام آن حضرت است که فرمود: بار خدایا مرا از نزدیکی با مرز شکنان بازدار و بر من مپسند که لحظه‌ای پشتیبان ستمکاران و معیدشان در نابودی ارزش‌های توحید باشم.